دوستان عزیزم سلام میکنم، من حسین راجوردی هستم، از انجمن پژوهشگران ایران با شما صحبت میکنم. هدف این صحبت من در این زمینه امروز و فردای ایران بیشتر به دلیل نگرانی ها و فاجعه ای که به هر حال روی مملکت ما به وجود آمده، نگرانی بیشتر در اینه که اگر وضع از این که هست بدتر بشه ما چه خواهیم کرد، چه برنامه ریزی داریم. ما برای اینکه یک تجربه بسیار تلخ داریم، تجربه سال 57، تجربه ای که ندانسته و ناآگاهانه فکر بر این میکردیم که به هر حال اگر بیایم توی خیابون، اگر که فقط یک حرف بزنیم بگیم حکومت عوض بشه، شاه بره، همه چیز درست میشه. این تجربه تلخ امروز باعث شده که ما بخوایم و بدونیم که چی کار باید بکنیم. جمهوری اسلامی حکومتی است استبدادی و دیکتاتوری. هیچ حکومت دیکتاتوری در تاریخ نتونسته پا بر جا بمونه، همشون به یه شکلی از بین میرن. ولی ما بعد از این که جمهوری اسلامی سرنگون بشه چی کار خواهیم کرد؟ این بحث اصلیه که من میخوام با شما در میون بگذارم. به همین معناست که آمدم و از طرف انجمن پژوهشگران ایران با شما صحبت میکنم. یک کنفرانسی رو تدارک دیدیم ما برای چند ماه آینده که بلکه بتونیم با کمک کارشناسان و متخصصین در زمینه‌های مختلف یک برنامه ریزی، یک فکری، یک پایه فکری برای آینده مملکتمون داشته باشیم. این برنامه شامل سه قسمت خواهد بود. قسمت اولش اینه که ما در طول این 33 سال گذشته که بی تردید همه تلاش کردن، تمام گروه ها، تمام تفکر ها، تمام ایدئولوژی ها، اونایی که به امروز و فردای ایران فکر میکنن، تلاش کردن به علیه این حکومتی که بی هویتی و حقارت رو برای ما به وجود آورده. با احترام به همه اونها، ما بیایم تو قسمت اول ببینیم که دستاورد 33 سال گذشتمون چه بوده، بدون اینکه بخوایم همدیگر رو قضاوت بکنیم، خودمون کارنامه خودمون بررسی بکنیم. قسمت دومش اینه که بیایم و نگاه بکنیم از امروز تا روزی که جمهوری اسلامی نباشه ما چی کار باید بکنیم برای نبودنش. و قسمت سوم که مهمترین بخش این کنفرانس خواهد بود اینه که ما از بین واقعا متجاوز از هزار خورده مشکل اساسی در امروز ایران، نزدیک به 25-6 تا موضوع رو انتخاب کردیم که بیایم و در رابطه با اینها برای بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم. یه نمونه ای رو خدمتتون بگم. بزرگترین مسئله امروز ایران، گذشته از مسائل سیاسی که ما رو به این روز انداخته، مسئله اقتصادی است، مسئله بیکاری، اشتغال بیکاری. جمهوری اسلامی میره ولی این جمعیت بیکار رو ما چه بکنیم باهاش؟ چجوری میتونیم ما یک برنامه‌ای رو به وجود بیاریم که دیگه این موزل و مشکل برای ما به این شکل وجود نداشته باشه؟ من میدونم که ممکنه الان پاسخ من این باشه، در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا بیکاری وجود داره، درسته، ولی واقعیت امر اینه که این موقعیتی که ما امروز داریم با ثروت زیرزمینی، درآمد سالیانه، ما میتونیم که مشکل بیکاری نداشته باشیم. میدونید از هر 4 نفر فارغ التحصیل دانشگاه 2.6% چون بیکارن. یعنی چی؟ یعنی از 400 نفر 260 نفر از فارغ التحصیلا بیکارن، نمیتونن کار پیدا بکنن. خب اینا چی میشن؟ اینها به دامن اعتیاد، آسیب های مختلف اجتماعی و در نهایت فرار از کشور، اونهایی که نتونن، خودکشی. میبینیم که به چه وضعیتی افتاده، چقدر ممکنه در روز جنازه جمع کنند از کنار سطل خاکروبه، داخل سطل خاکروبه یا جاهای مختلفی که اعلام نمیشه. ببینید جمهوری اسلامی میره، مطمئنن هم چیزی خواهد بود، ولی نفت و گاز ایران رو به خودش نمیبره. ما فردای بعد از جمهوری اسلامی چی کار خواهیم کرد؟ تولیدمون چیه؟ صدورمون چیه؟ سیاست منطقه‌ایمون چیه؟ سیاست بین‌المللیمون چیه؟
این مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی، امنیتی و این همه نیروهای سرکوبگری که جمهوری اسلامی به وجود آورده که اکثریت قریب به اتفاقشون من مطمئن هستم که مجبور هستن فعلا در رژیم باقی بمونن، ولی با مردمن تکلیف اینا چیه؟ آیا ما بعد از در حکومت آینده مجدداً میخواییم که همین حالت سرکوب رو ادامه بدیم؟ میخواییم تهدید برای منطقه باشیم؟ ما که نمیخواییم این کار بکنیم که. پس اگر 2,300,000 نفر، 2,500,000 نفر این نیروها هستن، ما خیلی احتیاج داشته باشیم به 400,000-500,000 نفرشون نیاز داریم. با بقیهشون چه خواهیم کرد؟ این دانشگاه های ما امروز نزدیک 4,000,000 نفر دانشجوی روزانه ما داریم. سطح تحصیلات پایینه. به همین دلیل وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از اینها کمتر میتونن جذب بشن. ما با این کیفیت نبودن کیفیت چی کار میخواییم بکنیم؟ اینا همه مسائلیه که ما ناگزیر باید بهش بپردازیم. مسائل بیشماری وجود داره. مثلا محیط زیست ما یکی از بالاترین خطرهای ممکنه برای جامعه ما. همین بحث هسته‌ای، گذشته از مسئله محیط زیستش که تمام نیروگاه هایی که به وجود آمده، چه مخفی چه غیر مخفی، میدونیم که در اطرافش چه مشکلاتی وجود هست. اصل خود انرژی هسته ای، اینی که ما باید داشته باشیم نباید داشته باشیم، در منطقه وضعمون چیه، با دنیا وضعمون چیه، همه اینا مسائلیه که باید که ما بتونیم در موردش صحبت بکنیم. این کنفرانسی رو که ما میخوایم ترتیب بدیم دقیقاً به همین منظوره، به این منظوره که یک روز با همدیگه بنشینیم و یک روز با همدیگه به مملکتمون فکر بکنیم، ببینیم که چی کار باید بکنیم برای امروز و فردای بچه هامون. منظور از بچه هامون همون بچه های جوونی هستن که تو ایران هستن. از هر 10 نفر جمعیت ایران 8 نفر زیر 40 ساله. زیر 40 سالیه که هیچ آینده ای نداره. چی کار ما برای اینا میتونیم بکنیم؟ بدون شک، بدون هیچ گونه تردیدی، هرچه آگاهی بیشتر باشه مسئولیت بیشتره و وظیفه بیشتره. به همین معناست که من این رو اعلام میکنم، هر کمکی که از دستتون برمیاد در هر زمینه‌ای به ما بکنین. انجمن پژوهشگران ایران سایت مشخصش هست، تمام پیشنهاد این کنفرانس روی سایت وجود داره و از دفاتر مختلف انجمن میتونید که اینها رو بخواید، امکاناتش رو فراهم بکنید. تنها حرفی رو که میخوام بهتون بزنم، باید که این امکانات، این مسائل مشکلات مادی ما به دست خود ما حل بشه. خیلی صادقانه بهتون میگم، نمیشه رفت از خارجی پول گرفت برای آینده کشورمون برنامه ریزی بکنیم. نمیتونیم کار پنهانی بکنیم و باز دست نشونده یک کشور دیگه بشیم. باید خودمون دستمون روزانه خودمون بگذاریم. من مطمئن هستم که چنین خواهد شد. این کنفرانس 70-80 نفر سخنران، کارشناس و متخصص بشه و قراره در چند ماه آینده در امریکا انجام بشه. انجمن پژوهشگران ایران از همه هموطنانش میخواد که دست یاری بدن، کمک بکنن، بلکه ما هم بتونیم که در این زمینه قدمی برداریم.